برای درست کردن این ماهی کلیکاهای ترد و خوشمزه در ابتدا باید ماهی ها رو تمیز کنیم. بعد از اینکه ماهی کلیکاها رو سرش رو ازش جدا کردم، برای جدا کردن تیغه ماهی به این شکل داخل ویدیو میبینید عمل میکنیم. در قسمتی که سر ماهی بود با نوک چاقو لبه تیغ رو که ستون فقرات ماهی هستش ازش جدا میکنیم و به راحتی و به آرامی تیغ ها رو از بدنه ماهی جدا میکنیم. چون بهتره که برای درست کردن این ماهی تیغ ها از ماهی جدا بشه تا هم سروش راحت تر باشه، همین که ترتر و خوشمزه تر بشه. بعد از اینکه تیغ ها رو از ماهی جدا کردید، ماهی ها رو خوب بشورید، بذارید آبش بره تا بریم برای مزه‌دار کردن ماهی ها. من برای مزه‌دار کردنش از پاپریکا، فلفل سیاه، کمی زردچوبه و نمک استفاده کردم. بعد از اینکه ماهی ها رو مزه‌دار کردیم، داخل یک نایلون آرد ذرت و آرد گندم رو می‌ریزیم و ماهی ها رو به آردها اضافه می‌کنیم. برای اینکه ماهی های یک اندازه آغشته به آرد بشن، داخل نایلون این کار رو انجام میدیم و به این شکل بعد از اینکه ماهی ها رو داخل نایلون ریختیم، در نایلون رو میبندیم و خوب تکون میدیم. با این روش آرد های اضافی ماهی ها گرفته میشه و ماهی های یک دست و یک اندازه آغشته به آرد ذرت و آرد گندم میشن. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، داخل یک مونیتابه دونه دونه ماهی ها رو بر می داریم و فشرده کنار هم می چینیم. موقع چیدن ماهی ها داخل ماهی تابه باید 1 تا 2 میل ماهی ها روی همدیگه قرار بگیرن و به این شکل فشرده در کنار هم ماهی ها رو می چینیم. قسمت وسط ماهی تابه رو هم با ماهی ها پر می کنیم و میریم برای سرخ کردن این ماهی های خوشمزه. دقت داشته باشید برای چیدن ماهی ها قسمت سر ماهی در کنار لبه ماهی تابه باشه و دم های ماهی به داخل ماهی تابه باشه. به این شکل به راحتی میتونید به صورت دایره وار ماهی ها رو کنار هم بچینید. بعد از اینکه تمام ماهی ها رو داخل ماهی تابه چیدیم، میذاریمش روی حرارت و به همراه مقدار کمی روغن مایه هر دو طرف ماهی ها رو سرخ میکنیم. برای سرخ کردن طرف دوم ماهی ها به کمک یک بشقاب ماهی رو بر میگردونیم و سمت دیگه ماهی ها رو سرخ میکنیم. به این شکل ماهی های کلیک های ترد و خوشمزه رو داریم که در کنار برنج و یا حتی به تنهایی میتونید سروش کنید و از مزهش لذت ببرید. مرسی که تا به انتهای ویدیو همراه من موندید. امیدوارم این غذای خوشمزه رو درست کنید، در کنار خانواده لحظات خوشی رو با هم دیگه داشته باشید. فعلا خدا نگهدار. تا آموزش های بعدی منتظر من باشید.